سلام دوستان با آموزش نگارش علمی توسط نرم افزار مایکروسافت ورد در خدمتتون هستیم در جلسات قبل در خصوص نحوه نگارش مقالات و همچنین نحوه نوشتن پایان نامه هم صحبت کرده بودیم و اینکه چطور تو خود ورد بتونیم بنویسیم حالا تو این جلسه میخوام نحوه نوشتن یک کتاب که خودمون ترجمه کرده بودیم رو بهتون آموزش بدم که کسانی که میخوان تو این زمینه هم فعالیت کنن یه دیدی داشته باشن و همین که خب یه سری نکات هست توی مایکروسافت ورد که از اون طریق میتونیم بهتون بگیم خب توی صفحه اول وقتی که کتاب میخوایم به چاپ کنین اصولا اینو خالی باید بذارین این صفحه رو که جلد بیاد روش بگیم جای جلد و بعد از جلد یه صفحه خالی اصولا نشون بده حالا اون دیگه دست خودتون و ناشرتون هست اما من اینجا توی وردمون یک جلد پیش فرض مایکروسافت ورد رو قرار دادم چطور میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ میریم توی قسمت Insert cover page رو انتخاب میکنیم و اینجا پیش ورد رو میتونیم ببینیم خب که من از این استفاده کردم من توی اینجا واسه این که بیشتر در... پیدا کنیم میتونیم بریم توی وبسایتش دانلود کنیم یا غیره خب از اینجا هم که میتونیم ریموف کنیم چیزی که وجود داره خب اینجا وقتی که بو اه، چیز کاور رو میندازه خودش پیش فرض تایتل رو قرار میده که من اینجا از استایل تایتل هم استفاده کنم تایتل استایلش رو درست کنین وقتی که میندازه چون فارسی میخونید و اینجا هم ساب تایتل هستش که این رو درست کردم و ساب تایتل رم رو, رو نوشتم و بعد چیزایی که وجود اگه از یه چیزی خوشتون نیامد میخواستین نباشه جاست دلیت فقط دلیت کنین بک اسپیس رو بزنین و پاک میشه خب بعد تو صفحه بعد خب نام کتاب و نویسنده و مترجمین رو قرار دادم و اینجا هم شابکش رو در واقع قرار دادیم که چه چیز است اینزرت ایمیج هستش هر کدوم از اینا رو من یه بریک زدم بینشون خب تو قسمت لایوت بریک رو قرار دادم اگه بریم تو قسمت ویو توی آتلاین میتونیم بریک ها رو ببینیم خب یعنی خالیه یه بریک زدم اینجا هرچی قبلش بود رو توی یک بریک تموم کردم و بعد بریک آد پیج زدم اگه اینجا توجه کنی و فرهست شروع شده خب من اینو میبندم از اینجا به بعد فرهست من هست یعنی اینجا یه دونه بریک من زدم به چه صورت بریک رو میزنیم حالا اه تو خود آخرین خطی که قرار داریم من میتونیم قرار بدیم میریم تو لایوت بریکس و نها کنید اینجا من آد پیج رو انتخاب کردم چرا آد پیج برای اینکه میخوام اولین صفحه فردم باشه و وقتی که کتاب یادتونه بهتون نشون داده بودم وقتی کتاب رو باز میکنیم من اینجا با میکشم دوباره وقتی که یک کتاب رو باز میکنیم این قسمت فرد هستش خب که میخوام صفحه اول باشه و فرد باشه خب اینا رو پاک کنم اینایی که نوشتم و خب و بریم پایین تر بعد اینجا که یعنی این صفحه اولی که نشون میده فرد هستش خب و من خالی گذاشتم کانترم نباشه و فرست خودم رو فرست کتاب رو اینجا قرار دادم که از استایل های استفاده کرده بودیم یادتون باشه و رفرنس قرار دادیم و صفحه فصل اول بین هر فصلی که شروع میکنیم توی کتاب باید تو صفحه اول با... تو صفحه فرد باشه چون میخوایم وقتی که باز میشه نمیخوایم پشت برگه باشه در واقع میخوایم روی ورق باشه خب پس اگر بریم توی قسمت ویو و آتلاین و من یکم بیام بالاتر اینجا این که قرار داده در واقع صفحه اول من... فصل اول منو میندازه توی یک صفحه فرد خودش اینجا متوجه شده و بریک یک قبلی رو داده و اینجا اومده فصل یک هم توی فرد شروع کرده اصولا هدر و فوتر صفحات فصل یا سرفصل و متفاوته به خاطر همین من اینجا تو هدر different first page رو انتخاب کردم شماره صفحه هم نداریم اصولا با اینجور صفحات و همه رو پاک کردم و هیچی قرار ندادم اینجا خب بعد از پس اینجا different first page رو قرار دادم واسه هدر یه نکته دیگه هم توجه کنیم من هدرهای زوج برگای زوج و فردم هم متفاوته پس این تیک رو میزنم لین تو پریویوس هم ور که با قبلیش متفاوت باشه وقتی که میخوام هدرم رو, رو بسازم خب خب بریم بیرون بریم تو صفحه بعد توی صفحات زوج وقتی که هدر رو میسازین شماره برگ باید سمت راست قرار داده شده باشه اسم کتاب هم باید سمت چپ قرار داده باشه خب فقط توجه کنین حالا میریم جلوتر من تو اینجا متفاوت گذاشتم حالا جلوتر واسه توضیح میدم دیفر فرست پیج بر زده باشه حتما میگم دیفرنس اد ان ایونت پیج هم قرار بدیم و لینک تو پریویوس رو هم ورداریم خب و گیم پایین خب دیگه من فوتر ندارم با کتابم تو اینجا به خاطر اینکه پاور ها رو میخوایم بنویسیم توی کتاب دیگه شما سفر اینجا دارم شم... فصلم هم اینجا دارم حالا یه عنوان کتاب بود دیگه فوتر ندارم حالا توی صفحات فرد خب اسم اون فصل رو می چون دیفرنت انتخاب کردیم میتونیم متفاوت قرار بدیم و شماره سفر رو سمت چپ میذاریم پس برعکس همه چون وقتی که می باز شه به صورت خوب دیده بشه به این صورت قرار میدیم و پس این نحوه هدر و فوتر گذاشتن کتاب هستش یه موردی رو که باید توجه کنین توی کتاب قطعا هستن قط یعنی چی؟ وقتی که کتاب من میخواد چاپ بشه و بره زیر برش باید این هاشیه ها بر اساس اون قالبی که ناشر بتونه اعلام میکنه قرار بدیم که من اینجا قطع وزیری رو انتخاب کرده بودم و با ناشرم اوکی کرده بودم پس وقتی که بیاین توی لایو توی قسمت مارجینز کاستوم مارجینز از بالا 3 سانتی متر از پایین دو نیم سانتیمتر، از چپ و راست دو سانتیمتر و نیم سانتم هم گوتر رایت داریم خب تو اینجا داریم میبینیم که مارجین قطع وزیری به قطع وزیری این معروف هستش به این صورت هست که من انتخاب کرده بودم و ناشرم هم اوکی بودش که میخواست به زیر رو خب پس به همین صورت دیگه ادامه میدیم و نکته خاصی رو نداریم همه نکات رو فکر میکنم قبلا براتون توضیح داده بودم تو اینجا هم توجه دارین دیگه من از چی استفاده کردم رفرنس اینزرت کپشن استفاده کردم وقتی که یه کپشن رو توی قسمت شکل رو انتخاب کردم و قرار دادم اینجا و نوشتم و قرار دادم و این هم استایلش باید درست شده باشه وقتی که میریم توی هوم استایل یک من قرار دادم واسه این بزنین اینو بزنم خب که باسه زیر شکلام در نظر گرفته بودم و اینو درست کرده بودم واسه کپشن بیس آن کپشن یه دونه خودم ساخته بودم پس و به این صورت ایتالیک هم قرار داده بودم چیزی که میخواستیم چاپ بشه به این شیوه بودش و ایمیج هم اینجا قرار دادم و زیر شکلم و پایین شکل قرار دادم خب میریم جلوتر بالت ها که چیز خاصی نداره برای اینکه، این عکس این من اینجا از تیبل استفاده کردم این عکس رو همینطور خودم ساختم پس اینجا نوشته رو حالا تو اکسل تا اونجا که یادم درست کرده بودم و قرار دادم خب بریم پایین تر موردی نیست آها در مورد این مورد که گفتم با توضیح میدم توی اینجا من فصل اول مقدمه رو قرار دادم تو بعضی از کتاب ها وقتی که عناوین زیاد هستش میتونن حتی اسم کتاب حالا اینجا هستش اینجا عنوان مثلا اون فصل رو قرار بدم مثلا اینجا مقدمه است بعدش یه عنوان دیگه ای میخوره من اینجا عنوان ندیدم چون عنوان کم داشتم دیگه کل فصل رو قرار دادم مثلا یه عنوان دیگه ای قرار بدیم واسه اینکه این کار رو انجام بدیم دیگه من توی لایود بریکی که میکنم بریک نیکس پیج نیست یا ایون آد نیستش نیکس پیج فقط میدازه صفحه بعدی خب و ربطی نداره حالا فرد میخواد باشه یا زوج باشه این میندازه زوج یعنی اگر بریک میکنیم و صفحه بعدی فرد باشه یه دونه خالی میندازه و میندازه زوج اینم که عاده بهتون گفتم که اگر بریک کنین بعدی رو اگر زوج باشه خالی میکنه و میندازه فرد ولی اگه بعدیش فرد باشه همون بعدی میندازه من اینجا دیگه بریک کانتینیوس میکنم یعنی وقتی که بریک کانتینیوس کردم دیگه هیچ تفاوتی نیست فقط میتونم از این کانتینیوس به ب... ورد بگم که آقا الان یه بریک دارم اینجا عنوانم تغییر کرده و لینک تو پریویوس اینو بردارم و هدرم رو تغییر بدم و عنوانش رو متفاوت قرار بدم خب پس کار خاصی نداره نها این موضوع رو داشته باشین من اینجا رایت تو لفت قرار دادم وقتی که میخواستم بگم از کی بوده و حالا چپچینش کردم نه این رو انتخاب بکنم چون این واسه انگلیسی هست ما فارسی ها رایت تو لفت هستیم خب بریم پایین تر موردی نیست که بخوام توضیح بدم نها کنیم این الان یعنی یک عنوان به طور مثال باشه هدینگ دو هستش من فصل اول هستم میخوام از اینجا به بعد بگم محتوا و ساختار خب باید یه بریک اینجا بزنم بریک continuous. بر فرض بسنن بیاین با انجام بدم میرم تو قسمت لایود یه بریک کانتینیوز میزنم اینجا خب این میاد بریک میکنه فقط نها کنین اینجا چون من رو خودش بریک رو زدم یه ذره بد کرده خب این تر بزنم درست میشه بریک رو میدازه بعدی اینم یه ذره میدم چون دقیقا یه پیج وسطش بوده یک کوچولو فاصله انداخته حالا نها کنین این چون لینک تو پریویوز نبوده اگه من لینک تو پریویوز کنم پریویوسش خوب نشتم بزنیم به از اول بزنم خب من اینجا یه اینتر میزنم اینجوری بهتره بعد یه دونه بریک میزنم اینجا لایو بریک بریک کانتینیوس میزنم خب الان اینجا هدرها رو متفاوت قرار داده یعنی خالی گذاشته من این بریکین اینجا رو درسته این خالی قرار داده خب لینک تو پریویوسش رو برمیدارم حالا میخوام اینجا فصل اول محتوا و ساختار رو ادامه اصولا وقتی که میخواین عنوان رو تغییر بدین زیر عنوان رو تو اینجا بعد تو همین صفحه وقتی که محتوا و ساختا قرار داره بنویسین حالا من چون فهم میخواستم انجام بدم با این باش رایت نکن. ولی وقتی که میخواین انجام بدین این نکته رو رایت کنین نها حتی شمارش هم ورده از اول من باید بیام تو این قسمت پیج نامبر فرمتش رو continuous from previous کنم خب که میکنه این و مثلا این رو تغییر بدم محتوا و ساختا از اینجا به بعد رو به این شیوه میذارم من چون اینجا تیبلش رو ای یکم کوچیک در نظر گرفتم اینو انداخته سطر پایین سطر بعدی خب یه ذره بزرگش خب انا قبلیه ناکان مقدمه هست و از اینجا داخل یه فصل من تغییر رو دادم بدون اینکه بخوام یک صفحه اضافه ای تولید بکنم خب و از اینجا به بعد دیگه این محتوا و ساختار وجود داره و اگه بخوام دوباره تغییرش بدم توی فصل دو الان باید چون من لینک تو یعنی بریک پیج زده بودم و لینک تو پریویوز بود ناکن خودش تغییر کرد یعنی یه دونه بریک رفتم لینک تو پریویوزش رو شو برداشتم و فصل دوم رو آغاز کردم که من اینجا حتی بریک آد کردم که فصل دوم باید تو یک صفحه فرد باشه و اگر توجه کنین این یکی زوجه یعنی این یکی 23 هستش خب قبلی شماره چند بود 22 بودش خب این میشه 20 پس اینجا هیچ صفحه مازادی ننداخته واسه من اگر این 21 بود یعنی فرد بود 22 رو سفید میندازه و بعد میره 23 خب این از این نکته خب بریم پایین تر فکر نمی کنم نکته دیگه ای داشته باشه کتاب نوشتن به, خ... به همین راحتی هستش فقط باید تمیز و روی استایل ها و بر اساس بریک های درست بنویسین خب یه چیزی بر اساس این که حالا ناشر به من گفته بودش من توی نرمالم خب اگر مودیفای رو بزنم بتون نشون بدم پاراگراف ها رو به صورت که ناشرم به من اعلام کرده بود اسپیس قبل و بعد از هر پاراگراف تا صفر قرار دادم و سینگل گذاشتم بین جمله ها خب پس پاراگراف نرمال من به این شکل تعریف شد اما برای عنوان ها مثلا عنوان اول اگر بریم توی پاراگراف میبینیم که قبل و بعدش پاراگ... اون خط که یه پاراگراف میشه 24 تا پیتی قبلش فاصله و 18 پیتی بعدش فاصله من قدم هنگی گذاشتم خب که این رو ناشر به من گفتش که یه چنین کاری رو انجام بدم اوکی؟ خب اه، نا کنین یه دونه اندازه نیم فاصله با پاراگراف قبلی که وقتی که شروع میشه یه پاراگراف و فاصله داشته باشه از برگه اما پاراگراف اولی که شروع میکنید توی یک فصل یا یک عنوان فاصله نباید داشته باشه مثل این این فاصله نیست اما از پاراگراف بعدی یه نیم فاصله داریم خب همین فکر نمی کنم موضوع دیگه ای باشه که ندونین رفرنس دیگه هم که بلدین توی کتاب گفته بودم در مورد پاورقی هم گفته بودم بهتون که چطور میذارین هیچ نکته خاص دیگه نداره به راحتی دیگه میتونین ترجمه کنین کتاب و یه کتاب بنویسین از مایکروسافت ورد استفاده کنین و این قضیه رو انجام بدین یه نکته رو بذار ببینم اینجا این هم ۴۹ه خب بعدی رو یه دونه سفید میندازه این میشه 50 و فاصله میدازیم این میشه 51 یعنی من انتظار دارم بعدی 52 باشه که هستش خب خیلی ممنون از توجهی که داشتین امیدوارم مفید واقع شده باشه و بتونین از ماکروسافت وورد به خوبی استفاده کنیم ما دیگه مبحث دیگه توی نوشتار و یا ساختار حالا مطالب توی ماکروسافت وورد حرفی نداریم تو جلسه بعد میخوام براتون یک فرمی رو تهیه بکنم که از طریق فیلد ها میخوام فرم ها و پرسشنامه ها توی ماکروسافت ورد بهتون نشون بدم چطور میتونیم یه دونه پرسش پرسشنامه یا یه دونه فرم تهیه بکنیم و در جلسه آخرم نحوه سیف کردم برقیه مواردی که حالا شاید اینجا گفته نشده مواردی هست اضافه تر که چیز خاصی نداره یه نگاه بندازین میتونیم به یه نکته هست توی ریویو که این رو هم حتما من موقعی که فرم رو دارم درس شاید یه جلسه هم باستون بزنم در مورد این ریبون که خیلی کاربردی هست با هم صحبت بکنیم ممنونم از توجهی که کردین امیدوارم موفق و پیروز باشین و خدا نگهدار قبل اینکه خدافزی کنم ببخشید یه مطلبی رو بگم این کتابی که ترجمه شده رو میتونین از وبسایت ما هم خریداری کنین با آدرس diaco.com و این چون هارد کپی هستش خود کتاب واسهتون ارسال میشه و قابلیت دانلود براش نداشتیم و کتاب خوبی هست که میتونیم مطالعه کنیم در مورد نحوه بزرگ کردن کودکانمون هست که چطوری دانش رو یاد بگیرن و بتونن فکر کنن چیزی که توی دانشگاه ها و... مدارس متاسفانه درس داده نمیشه به بچه ها و چیزی هست که ما یک سیستم آموزشی جدید لازم داریم برای این اساس رو توضیح میده و میگه چطور باید کودکان از نوزادی نحوه فکر کردن رو یاد بگیرن کتاب خیلی خوبی هستش امیدوارم برای شما هم مفید با باشه خدا نگه.